این مستضعفینند که نهضت ما را به پیش بردند، اینها هستند که خون خود را ریختند، جوانان دانشگاهی، جوانان مدارس قدیم، جوانان بازاری، اشاعر محترم، این طبقه بودند که با قیام خود رژیم منحوس را به عقب نشاندند و دست نفت خاران مفتخار را قطع کردند. بنیاد مستضعفان، بنیادها و سازمانهای مخوف وابسته به امپراتوری تاریک رهبر جمهوری اسلامی در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است. گرچه بخشی از این سازمانها جدیدالتأسیس هستند، ولی برخی دیگر تاریخچه قدیمی تری دارند و زمان تأسیسشان یا به سالهای اول انقلاب 57 و یا به قبل از آن تاریخ باز می‌گردد و بعدها کاربری، نام و یا اهدافشان تغییر کرده است. بنیاد مستضعفان را میتوان از مخوفترین و پیچیده‌ترین آنها دانست، چرا که از دل آن چندین سازمان و نهاد دیگر غصب یا متولد شد. از سوی دیگر این بنیاد مانند یک نهاد بانکی بسیار بزرگ و زیرزمینی وظیفه پولشویی را انجام میدهد. مالیات حق الناس است و هر عددش به همه مردم برمیگرده. بنیاد به طور مرتب و به طور کامل مالیات خودش رو پرداخت میکنه و چون این حق الناس هست، ما خودمون رو مدیون میدونیم که اگه خدایی نکرده یه وقت مالیاتی پرداخت نشه، بنابراین این مالیات ها به خوبی هر سال پرداخت شده. از سال 1384 تا 95 ما نزدیک 5000 میلیارد تومان مالیات پرداخت کردیم. تصفیه حساب مالیاتی سال 95 مون رو مال بنیاد رو گرفتیم، سال 96 هم مجمعمون برگزار شده، الان اسنادش در اختیار اداره مالیات است. هر وقت اونو بررسی کنن، تعیین کنن، ما پرداخت میکنیم و انشالله دینمون رو ادا میکنیم به همه مردم. تولد بنیاد. اما در شروع قرار نبود این چنین باشد. در سالهای ابتدایی انقلاب اسلامی یک کلمه همزمان و به تنهایی بار معنایی ترس از اعدام، شکنجه و زندان بدون محاکمه را به دوش می‌کشید و آن کلمه چیزی نبود جز دادگاه انقلاب. اما اگر احیاناً جز قشر ثروتمند و یا وابسته به دربار و حکومت گذشته می بودی، یا اینکه احیاناً کارخانه‌دار و صنعتگری شناخته شده، می بایست می دانستی که خطر دیگری علاوه بر همه اینها تهدیدت می کند: پاکسازی و مصادره انبار. علاوه بر ثروتی که از وابستگان به دربار و شاه و خانواده او و آشنایان و نظامیان و مدیران مصادره شد، اما به هنرمندان و مدیران میانی نیز رحم نشد و تعدادی حتی علاوه بر ضبط اموال جانشان هم گرفته شد. بسیاری چون حبیب الله ایلقانیان صاحب پاساژ و کارخانه پلاستیک سازی پلاسکو نتوانستند دادخواهی کنند و در آتش انقلابی ها تمام دستاوردشان به تل خاکستری تبدیل شد. صادق خلخالی محاکمه حبیب الله ایلقانیان و 7 نفر دیگر را 19 اردیبهشت 1358 در زندان قصر در دادگاهی که 20 دقیقه به طول انجامید برگزار کرد و حکم تیرباران در بامداد چهارشنبه 20 اردیبهشت انجام شد. پلاسکو به بنیاد مستضعفان منتقل شد و در دی ماه 95 تبدیل به تلی از خاکستر شد. از سوی آیت الله خمینی از سالهای قبل از انقلاب خود را یاور مستضعفین
و دشمن مستکبرین معرفی کرده بود و از طرف دیگر چپ مارکسیستی که عملاً بدنه اصلی انقلاب 57 بود سالها شعارهای لغو مالکیت خصوصی و جامعه بی طبقه را داده بود. همه اینها باعث شد که ثروت و اموال ضبط شده از طریق یک بنیاد در ظاهر و به جهت هزینه شدن برای مردم مستضعف و فقیر کنار گذاشته شود. خمینی در 9 اسفند ماه سال 57 در پیامی خطاب به شورای انقلاب گفت: به موجب این مکتوب مأموریت دارید که تمام اموال منقول و غیر منقول سلسله پهلوی و شاخه ها و مربوطین به این سلسله را که در طول مدت سلطه غیرقانونی از بیت المال مسلمین اختلاس نموده اند به نفع مستمندان و کارگران و کارمندان ضعیف مصادره نمایید و منقولات آنها در بانک ها با شماره به اسم شورای انقلاب یا اسم این جانب سپرده شود و غیر منقول از قبیل مستقلات و اراضی ثبت و مضبوط شود تا به نفع مستمندان از هر طبقه صرف گردند. شورای انقلاب نیز در تاریخ 21 اسفند ماه 57 تصریح کرد در پی صدور فرمان امام خمینی رهبر انقلاب اسلامی درباره مصادره اموال منقول و غیر منقول خاندان پهلوی و کارگردانان اصلی رژیم پیشین و صرف آن در امور رفاهی مستضعفان و محرومان، شورای انقلاب اسلامی اقدام به ایجاد مؤسسه‌ای به نام بنیاد مستضعفان کرده است. وظیفه این بنیاد شناسایی و ضبط این اموال، اعم از املاک و سپرده‌های بانکی و پول نقد و غیره و ایجاد واحدهای مسکونی برای محرومان است. علی خامنه‌ای، محمد حسینی بهشتی، هاشمی رفسنجانی، موسوی اردبیلی، احمد جلالی، علی اصغر مسعودی و مهندس صحابی از اعضای هیئت مؤسس بنیاد مستضعفان بودند. انحراف و تغییرات در نام‌ها و اهداف. سلام. اما حدود 2 سال بعد، یعنی 26 شهریور سال 1359، سرنوشت این بنیاد به دست نخست وزیر وقت محمد علی رجایی افتاد. دلیل این انتقال به گفته خمینی، نگرانی از وضعیت بنیاد مستضعفان و نیاز به نظارت دقیق بر آن عنوان شده است. او به گفته خودش خواسته سرنوشت سازمانی پیچیده در دستان فردی متدین و متحد باشد. این کلمات به خوبی روشن می کند که از همان نخستین سالهای خلق و البته به موازات آن رشد این سازمان عریض و طویل، فساد هم درون آن لانه کرده است. یادم هست که در یک از اولین سفری که در نخست وزیری رفتم مشهد، اونجا برای مردم توی سن سخنرانی کردیم و شدید از اینکه ما مدافع مستضعفین هستیم و اینا خیلی حرف زد. ظهر بود، بعد برگشتم رفتم داخل اون مهمانسرا، سفره پهن کرده بودن که نهار بدن. وقتی اونجا پای سفره نشستم دیدم که پلو و برشت و نوشابه و میوه و ماست و انواع خوراکی ها بود. اونجا از خودم پرسیدم که تو آیا اونی که به اونا میگفتی راست میگفتی یا این کاری که اینجا داری میکنی؟ اینه که اصرار کردم که سفره رو از اون رنگین بودن بیارم بیرون. حقیقتش اینه که الان که ما سمت داریم و پست داریم، چون میریم با مردم صحبت میکنیم، میگیم که خب انشاءالله درست میشه، اگه ندارید صبر کنی طاقت بیاری، خب این درست نیست که ما خودمون کمتر از همه طاقت داشته باشیم. رجایی کمتر از 2 سال بعد در مقام ریاست جمهوری در بمبگذاری دفتر نخست وزیری کشته می شود و اداره بنیاد به دست نخست وزیر بعدی، یعنی میرحسین موسوی می افتد. در طی سالها چندین بار نام و اساسنامه بنیاد تغییر می کند و البته عموم تغییرها در جهت بسته‌تر کردن دنیای درونی این نهاد پیچیده بوده است. پس از شروع جنگ ایران و عراق و روانه شدن سیل جانبازان و آسیب دیدگان جنگ به جامعه، نام این نهاد به بنیاد جانبازان تغییر می کند. اما مدت ها بعد، یعنی در سال 1383،
با موافقت علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مأموریت و سازمان امور جانبازان در پی ایجاد تشکیلات جدیدی تحت عنوان بنیاد شهید امور ایساگران به آن نهاد انتقال یافت و نام این مؤسسه این بار به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی تغییر پیدا کرد. مدیران بعد از میرحسین موسوی به ترتیب محسن رفیق دوست، محمد فروزنده و محمد سعیدی کیا بودند که آخری تا امروز بر مسند حکمرانی بر این کارتل بزرگ اقتصادی نشسته است. حقوق ماکسیموم حقوق روی برگه استخدامی افرادی که الان هم معاون ما که اینجا نشستن 10 میلیون، مال خودم هم همینطوره، 10 میلیون و 700، 10 میلیون و 800، اضافه کار هم بکنن اضافه کارش رو میگیرن، با اضافه کار بیشتر میشه 17 میلیون 18 میلیون 19 میلیون میشه. من هم همینم. مدیر 20 میلیون تومانی چقدر درد مستضعف رو میتونه درک بکنه؟ حوصله داری؟ بله زیاد باشه. گوش بده تا رو بگم، باید حوصله کنی. حوصله میکنم. این سوالت حداقل نیم ساعت وقت میخواد. ما تقریبا تو برنامه‌مون تصدیق کردیم که بنیاد حداقل 30% سودشو، یعنی 30% اون 1600 میلیارد تومن رو ببره خرج مستضعفین کنه. ممکنه بگی باقیشو چیکار میکنی؟ باقیشو صرف سرپا نگه داشتن شرکت‌های موجودمون که تکنولوژیشون عقب افتاده نشه، چون میدونی تکنولوژی عقب افتاده بشه شرکت میشه زیانده و چرچ، و 30-40% هم تقریبا یه سوم صرف کارهای جدیدمون میکنه. یک آدمی که من دارم میبینم شاید در هفته مجموعاً 30 ساعت تو خونش نیست. 8 نقطه مملکت رو تصویب کردیم ایشون بره محرومیت زدایی بکنه. دستش درد نکنه. و دائم تو این سفراست. خدا خیرش بده. و داره آباد میکنه. بله بله. من یه سوال بپرسم. اون کارگری که داره توی مثلا معدن زن و بچه‌شو نمیبینه، کار میکنه، جونش هم در خطره، حقوقش هم نمیگیره، اون واسه مملکت کار نمیکنه؟ ارزش کار اون چقدر ارزش کار این؟ این زندگی معمولیه، یعنی کسی لکسوس سوار باشه یا مثلا حقوق 19 میلیونی داشته باشه معمولیه. ما یه بررسی آماری کردیم، چون میگن یه، چون یه مشکلی اینه که مسئولین فکر میکنن واقعا دارن مثل متوسط مردم زندگی میکنن، شاید واقعا آره مردم رو نمیبینیم، یعنی تصورشون مثلا انگار درست نیست. من به معنی آمار مرکز آمار رفتم در آوردیم با سایت تحقیق مرکز تحقیق سنیا که آقا درآمد مردم چقدر متوسط مردم، مثلا دهه 5 و 6 رو گرفتیم متوسط مردم، که رهبری بارها تاکید کردن که مسئولین مثل متوسط مردم زندگی بکنن، حتی متوسط پایین زندگی بکنن. دیگه 2500 تومن الان شده 3 تومن. خب شما مثلا، من نمیگم حتی 3 تومن، 2 برابر این 3 تومن هم ما راضییم شما بگیرید، اما 19 میلیون تومن شما حقوق دارید میگیرید، چجوری درد مردم رو قراره بفهمید؟ چجوری قراره متوسط، چجوری قراره برای مستضعفین دلسوزی بکنید؟ بنیاد مستضعفان همچون قلعه‌ای در بسته و بدون نظارت. اما موضوع اصلی در بررسی بنیاد مستضعفان و بسیاری از سازمان‌های تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی نامشان نیست، بلکه غیر انتفاعی و غیر پاسخ بودن آنهاست. این بنیاد عملاً نه خصوصی است و نه دولتی، بنیادی غیر انتفاعی و به اصطلاح ناسودبر است. از این جهت فقط و فقط به رهبر پاسخگوست. هیچ نهادی در ایران حق نظارت، بازرسی و حسابرسی از بنیاد مستضعفان را ندارد، حتی مجلس. این سوال قبلش بپرسم که بنیاد مستضعفان خصوصی، بنیاد خصوصی یا بنیاد دولتی یا خصولتی؟ خصولتی یعنی چی بگیم؟ یعنی خصوصی دولتی. نه، هیچ کدوم اینا نیست. چیه؟ یک نهاد انقلاب اسلامی که زیر نظر رهبری و دفتر رهبری داره میره. نهاد انقلاب اسلامی طبق قانون. مجلس ششم تلاش‌های نافرجامی برای دسترسی به نوعی از نظارت در بنیاد مستضعفان انجام داد، اما در نهایت شورای نگهبان با ارائه تفسیر خود حق هر گونه تحقیق و تفحص از این نهاد را همچون سایر ارگان‌های زیر نظر رهبر خارج از حیطه اختیارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی دانست. این در حالی است که عملاً درصد قابل توجهی از اقتصاد ایران در دستان این بنیاد است و عجیب‌تر این که در شرایطی اختیار فروش نفت کشور را هم دارد. در سال 90 هم تلاش‌هایی برای تحقیق و تفحص صورت گرفت، ولی باز هم به مانند قلعه‌ای محافظت شده، بن‌بستی مطلق
در انتظار نمایندگان مجلس بود. با شکل گرفتن جریان‌های مدنی و مستقل علمی در میان لایه‌های مختلف جامعه و تلاش برای تابش نور به لابیرنت‌های مختلف تحت نظر نهاد بیت رهبری، کار به جایی می‌رسد که جنبش عدالت‌خواه دانشجویی که یک تشکل دانشجویی نزدیک به دولت احمدی نژاد بود هم در بیانیه چنین می‌نویسد: چندی پیش نماینده جنبش عدالت‌خواهی طی سخنانی در محضر رهبر انقلاب گفت عدم پاسخگویی موضوع پیگیری‌های ما از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی است. یک سری سوالات و ابهامات درباره عملکرد بنیاد وجود دارد که به دلیل پاسخگو نبودن مسئولین بنیاد به سبک مسئولین سه قوه با وجود طی مراحل مطالبه و نامه‌نگاری‌های محرمانه و علنی و درخواست دیدار حل نشد. اینکه آیا بنیاد صرفاً یک بنگاه اقتصادی است؟ آیا تغییر مأموریت رخ داده در بنیاد قانونی است؟ کمک به محرومین و مستضعفین چه میزان از فعالیت‌های بنیاد را شامل می‌شود؟ مسئله اول خطر تحریف اقتصاد مقاومتی است. اکنون افرادی که تا مغز استخوان به اقتصاد بازار آزاد معتقدند، تریبوندار تبیین اقتصاد مقاومتی شده و اون رو دارن تحریف میکنن. اینها چون جرأت ابراز مخالفت علنی با اقتصاد مقاومتی رو ندارن، به جای آنکه اعلام کنن ما به اقتصاد مقاومتی اعتقادی نداریم، میگن ما به اقتصاد مقاومتی در چارچوب بازار آزاد اعتقاد داریم. از تریبون‌های رسمی و غیر رسمی هم به ترویج نسخه‌های ترجمه منسوخ جهانی به اسم اقتصاد مقاومتی می‌پردازند، تا جایی که اتاق واردات یا همون به اصطلاح اتاق بازرگانی هم الان اصلی‌ترین حامی وارداته، الان حامی اقتصاد مقاومتی شده. در ادارات هم که برنامه‌های عادی خودشونو به عنوان اقتصاد مقاومتی دارن معرفی می‌کنن، گویا بخشنامه نانوشته‌ای وجود داره که مسئولین هر کار خلافی بخوان انجام بدن، در ترجیح بند اون می‌نویسن در راستای منویات مقام معظم رهبری و اجرای سیاست تا اقتصاد مقاومتی. الان بنیاد مستضعفان مدتی در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی میخواد بره برج 121 طبقه بسازه در یکی از مناطق شمالی تهران احتمالاً. باشگاه ایرانیان دبی مال قبل از انقلاب، حاکم دبی اینو هدیه داده بوده به شاه، این زمین این ساختمان اینا. بعد از انقلاب اموال شاه مصادره شده به نفع بنیاد مستضعفان. الان بنیاد مستضعفان اونجا رو داره به خوبی اداره میکنه، وجیه، سالم، پاک. اگر محیط امنی میخواد کسی بره اونجا استفاده کنه، از ایران بره دبی، اونجا یه محیط امن خیلی خوبه. بازوی قدرتمند اختاپوس. وقتی که در فاصله کوتاهی پس از انقلاب 57 جنگ آغاز شد و وظایف بنیاد بیشتر متمرکز بر جانبازان شد، عملاً در همان شروع از اهداف اولیه به وجود آمدنش دور شد. حواشی جنگ ایران و عراق از سازمان‌هایی مانند بنیاد مستضعفان شکلی قدیسگونه ساخت، به نحوی که کمتر کسی جرأت نقد آنها را داشت. وظیفه این بنیاد در دوران جنگ، یعنی رسیدگی به جانبازان و خانواده‌های آنها، باعث شد در همون شروع با نظامیان و خصوصاً سپاه پیوند غیر قابل گسستی بخورد و حاله تقدس دوران جنگ باعث شد هرچه بیشتر درهای خود را بر روی جامعه، ارباب رسانه و پژوهشگران ببندد. توجه کنید، شنوندگان عزیز، توجه فرمایید، خونین شهر، شهر خون آزاد شد. بریم این مورد میدان عملیاتی بشیم در کنار شد علی. هواپیمای عراقی اول دوتا آمدن و 15 تا راکت انداختن، فقط دوتاش کار کرد. بعد دوباره رفتن و 6 تا هواپیما آمدن و بمب شیمیایی رو ریختن. بمب شیمیایی روز دوشنبه 8 بازه 62 بمباران شیمیایی کردن. آبارم بمباران کردن.
دکتر میلرزم دکتر زوزش و بلا آفیسی و دیگه گل و خوشگاه و دیدو ترگی و آب دهن بدون توی سمخورد مردم سخته یه پا هم و همه پا هم و سینه هم و ششان خیلی دار منم خوشگه دوست دار منم خیلی خوشگه سرم درد بکنه پوست بدنم ایست که دارن آفیش میدنم خوب شکر هم دارم بعد از چند سال بر روی کاغذ و به ظاهر بنیاد به وظیفه اصلی خود یعنی حمایت از مستضعفین بازگشت ولی فعالیتش فقط به یک نهاد اقتصادی مافیایی شبیه شد تا یک بنیاد غیرانتفاعی و به جهت خیریه. دهه 80 شمسی دوران شروع رشد اختاپوس اصلی جمهوری اسلامی یعنی سپاه پاسداران بود، ارگانی که در واقع از هر بنیاد و سازمانی که در دسترس بود به عنوان بازوی خود استفاده می‌کرد و بنیاد مستضعفان یکی از سهل الوصول‌ترین و قدرتمندترین آنها. ما سلام و درود خدمت همه هموطنان گرامی. این جانب مرتضی قاسمی ساکن آمول با 52 جبهه به صورت داوطلبانه و 15% جانبازی به خاطر نفاق و ریاکاری مسئولین نظام جمهوری اسلامی از نظام جمهوری اسلامی اعلام براءت می کنم و از همه هموطنانم، از زن و مرد، پیر و جوان و از هر قوم و قبیله و از هر دین و آیینی خواهانم که به پا خیزن و ریشه این ظلم را از بن برکنند. نفوذ نظامیان از گذشته و حالی تقدس و عدم امکان نظارت. امور تفکیک بنیاد مستضعفان از شرکت‌های سپاه در خصوص منافعشان عملاً غیر ممکن شده است. نمونه عجیبی که از سالها قبل تا همین اواخر و اکنون هم هنوز بر سر آن بحث است، پروژه ناتمام آزادراه تهران شمال است. پس از سالها کش و قوس و حتی آمدن و رفتن پیمانکارهای غیر ایرانی و ناتمام ماندن این آزادراه، این بار پای بنیاد مستضعفان به این پروژه باز شده است. منتها نکته جالب اینجاست که در واقع دولت برای اینکه مستقیم با سپاه و قرارگاه خاتم الانبیا طرف نباشد، قراردادی با بنیاد امضا کرده و بنیاد آن را به قرارگاه خاتم واگذار کرده است. چگونگی حذف هر کدام از پیمانکاران در این سالها و گره‌های کوری که آمدانه در مسیر ساخت این آزادراه ایجاد می‌شده برای خلعیت پروژه از دست غیر خودی‌ها، خود داستان طولانی و همچنان بی‌پایانی دارد. تونل مانش که انگلیس رو به قاره اروپا وصلش می‌کنه، از زیر اقیانوسه. 50 کیلومتر هم طول این تونله. 1986 تصمیم گرفتن که شروع کنن، کلنگ زنی کردن. 1994 تموم شد، 8 ساله. از زیر اقیانوس 50 کیلومتر تونل زدن، رفتن اون بر. بعد حالا مثلا شاید بگیم آقا اونا اروپایی هم دیگه، خیلی وسیله و تجهیزاتی ندارن. همین رفقای چینیمون الان میگن که میخوایم از دالیان چین به یانتایی چین تونل زیر دریایی بزنیم، 120 کیلومتر تونل بزنیم. 2014 شروع کردن، گفتن در کمتر از 10 سال 120 کیلومتر از زیر آبها تونل میزنیم، دالیان رو میرسونیم به یانتایی.
اون زیر 10 سال، اون 8 سال. حالا دیگه ما فرهادم بودیم میخواستیم کل کوها رو بکنیم این اتوبان رو از تهران ببریم به شمال، به جان خودم نباید انقدر طول میکشید. حداقل عدد و رقم که اینو میگه. آخه چرا واقعا تونل مانش زیر اقیانوسه برادر من 8 سال طول کشیده؟ این چینی‌ها که همینجا اومد اخ میگه اینا برای خودشون مادرم، برای دیگران زن بابا. مسیر 121 کیلومتری آزادراه تهران شمال بزرگترین یا اولین بزرگراه ساخته شده در کشور نیست، اما به خاطر گذر از رشته کوه صعب العبور البرز متفاوت از سایر پروژه هاست. وجود دره ها، شیب های تند، رودخانه ها، سنگ ها و صخره های سخت در کنار پدیده زمین لرزش و ناپایداری شیروانی های مجاور تونل از مهمترین مسائل در طراحی این ابر پروژه بود که به نوآوری نیاز داشت. یه ارتباط جدیدی بین شمال ایران و تهران در برقرار میشه که هم برای مسافرت مردم، تفریح مردم خیلی جاده زیبا و خوبی است. این گونه پروژه ها هم ثروت‌سا هست، هم آباد کننده کشور هست. نکته مهم این است که اولا دولت حمایتی بکنه و بسترهای فراهم کنه که این نقدینگی بیاد به انسان. یه کار حیرت آوری رو مهندسین انجام دادن و خیلی پروژه پرخرج و هزینه بر، ولی از نظر ساختار مهندسی بسیار سطح بالایی داره و کار عظیمی کردن. حجم اصلی کار بر دوش مهندسین و پیمانکاران داخلی است. این طول مسیر به دلیل اینکه زیبایی هایی که داره خودش ایجاد شغل های جدید میکنه، اما این پروژه ها ایران آباد میکنه. نکته مهمی که از فنی باز قابل توجه بود که من به نیابت از آقای آخوندی عرض کنم، مسیر آرائی تر بود. ما یه مشاور گرفتیم برای مسیر آرائی برای اولین بار در کشور که این هم مسائل فنی رو هم مسائل زیباسازی و مبلمانه راه رو دنبال میکنه. اون بعضی از احجام کار رو اضافه کرد، ولی میارزه که ما این مسیری که اینقدر داریم هزینش میکنیم اونو به شکل کاملا منظم فنی و دلخواه مردم در بیاریم. کاری که در این دوره به صورت خاص به عنوان کار ممتاز انجام گرفته، یکی این که تقریبا تمام شرکت هایی که در مجموعه قطعه 1 و قطعه 2 کار میکنن شرکت های داخلی هستن، شرکت های ایرانی هستن، از توانمندی مهندسی بسیار بالایی برخوردار هستن. من فکر میکنم که واقعا یکی از افتخارات مهندسی ایران که داره الان در این آزادراه تهران شمال رقم میخوره قابل دیدن هست، قابل گفتن در سطح بین‌المللی هست. باید این کار منعکس بشه. مردم ایران باید به توانمندی مهندسین خودشون افتخار بکنن که قادر هستن که این کارهای پیچیده‌ای در ایران بدون اتکا به توانمندی خارجی انجام بدن. تو مخالف عمرانی گفتن امام علی میگه اگه با ظلم آمد کنی با عدل و ایران میشه. چرا این جنایت میکنی؟ خدا رو خوش نمیاد که خدا رحمت کنه هاش میرفت سنجلی کلن یه جلسه نگه بود دارد احوال پروسه افتتاح شده بود همه مردم هم راضی بودن. افتاد به دست این آدم این ناعرض زندگی من سیاه کده همین طرف دار او بالا همه خوش کردی زندگی سیاه شد برسه دارد اشتما دو سه سال من اخواه به قرآن مجا اشتما دارد خدا اشتی نداره ده اشتار چه ببرد نمی آمد اون نسل خوردم کنی به آرامش تشتی باشه اشتی من هفتاد سال دارم اون دارم خدا رحمت چه کنه. پیرمردایی که در جمع ما هستن و بزرگوارانی که در جمع ما هستن حتما یادشونه از 30 سال قبل 30 و اندی سال قبل همه منتظرن که یک اتوبان از تهران به شمال کشیده بشه. خیلی ها که به رحمت خدا رفتن، خیلی جوان ها پیر شدن، کوچیکا بزرگ شدن، الان میان سال شدن، هنوز یه اتوبان به شمال نیومده. با قول عزیز ما میگه با ثبت میراث فرهنگیش کن. یعنی چی؟ مشکل فنی داریم، مشکل طراحی داریم. تو همون ابتدای کار هم شاید مسیر درستی رو طی نکردن، ولی آخه چرا؟ مگه چند کیلومتره؟ چه کار میخواییم بکنیم؟ حوزه نفوذ. از شرکت‌های شناخته شده تحت پوشش بنیاد در حوزه‌های مختلف می‌توان به شرکت ایرانسل در حوزه فناوری اطلاعات
شرکت نفت بحران در حوزه نفت و انرژی، آزادراه تهران شمال، برج علوی نیویورک در حوزه عمران و ساختمان و بانک سینا در حوزه خدمات مالی اشاره نمود. بر اساس اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی سال 1395 بنیاد، یعنی پیش از بازگشت تحریم‌ها، بیش از 60 شرکت و شرکت‌های تابعه این نهاد به دلایل مختلف مانند ماهیت غیر اقتصادی، پروژه در حال تأسیس و یا سوء عملکرد با مشکل زیان سنواتی و یا زیان جاری مواجهند که راهکارهای مختلفی مانند فروش سهام یا تغییر رویه عملکرد به منظور اصلاح این وضعیت پیش بینی شده است. بر اساس صورت‌های مالی سال 1395 این نهاد، میزان دارایی‌های این بنیاد بیش از حدود 14 میلیارد دلار می‌باشد که با توجه به اینکه عمده دارایی‌های شرکت‌ها در صورت‌های مالی بر اساس ارزش اسمی و نه ارزش واقعی قیمت‌گذاری می‌شوند، این رقم در واقعیت چندین برابر این مقدار است. بنیاد انقلابی برای مستضعفین یا کارتل فاسد اقتصادی. تا حالا در سطح کشور مجموعاً در سال گذشته نزدیک به یا کمی بیشتر از 15,000 واحد تقدیم مردم شده. امسال با این عددی که امروز خدمت شما هست حدود 200 بیشتر از 13,000 واحد تا حالا تقدیم شده و انشاءالله تا پایان سال به 20,000 مورد خواهد. لیست خدماتی که بنیاد مستضعفان در همین سال جاری ارائه کرده با توجه به هدف این بنیاد که همانا رسیدگی به درد مستمندترین اقشار است، طنز و تراژدی توامان است. نگاهی به لیست خدمات بنیاد که بیشتر از طریق بنیاد علوی، زیرشاخه‌اش و البته ثروت برخی خیرین تأمین شده و لیست فعالیت‌های اقتصادی این کارتل اقتصادی در تأسیس سدها و پل‌ها و مجموعه‌های تفریحی و آزادراه‌ها نشان دهنده عمق فاجعه است. برای مثال تعدادی کیسه سیمان برای خانه‌های محرومین روستایی یا تهیه چندین دست لباس برای بچه‌های محروم یا ایجاد شغل برای مثال ساخت داروهای گیاهی برای تعداد محدودی روستایی از جمله خدمات بنیاد است. فعالیت هایی که از عهده چند خیریه که از لحاظ سرمایه متوسط به حساب بیایند هم برمی آید. بنیاد مستضعفان یک بنگاه اقتصادی عظیم برای سودرسانی به بخشهایی از حکومت است. ویترین این بنیاد محدود به همین تعداد ناچیز خدمات است که آن هم در بسیاری موارد با همیاری مردمی صورت گرفته است. یک واحد دامداری 6000 رأسی در اینجا مقدماتش داره فراهم میشه، زمینش خریداری شد، آب و بقیه کاراش هم داره انجام میشه به تدریج و ما امیدواریم در اواخر بهار کار اجرایی شروع بشه ان شاءالله. روستای بشمن، انتهای انزلی، دهکده خزر ویلا. 30 ساله که اینجا زمین و ویلا داریم. این منطقه تماما جنگل بوده. در عرض 6 ماه اخیر بنیاد مستضعفان تمام این جنگل رو نابود کرده. مشاهده میکنید، ریشه درختار رو مشاهده میکنید. تمام این منطقه بزرگ جنگل بوده. پیگیری هم که گران گفتن که ملک خصوصیه. یه دفعه بعد از 30 سال اینجا ملک خصوصی شده. جنگل خاری، زمین خاری، خشک کردن ایران همینجوری ادامه داره. هیچ کس هم توان مقابله با این زمین خاران رو نداره. واقعا متاسفم برای همه چی، برای فرهنگمون، بابت همه چی. ساختمان پلاسکو. پس از حادثه پلاسکو سیل انتقادات به سوی بنیاد روان شد و تا حد زیادی آن حالی تقدس خودساخته شکافته و ترک برداشت.
نحوه اداره این ساختمان و عدم رعایت قوانین ایمنی، آن هم به بدترین شکل و شیوه ممکن، دلیل اصلی آتش سوزی و مرگ عده زیادی در این واقعه بود. شهرداری تهران مدعی شد که بیش از 30 نوبت به صاحبان کسب و کار در ساختمان پلاسکو اخطار ایمنی داده است. دود همه جا رو گرفته بود، الان ریخته بود و آتیش شعله میکشید. دم یک گرد خاک بلند شد و چشام دیگه تاریک شد، نهیدم ایچه رو نگاه کردم به سقف، دم سقف داره میلرز. گفتم که مرگ حق است. بلافره شروع کردم اشهد گفتم، دم الحمدلله اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. 65 سال کار من آتیش در ظرف 2 ساعت، من یا 600 تا مثل من. این نهاد همچنین اسناد این اختیاریه‌های متعلق به سالهای 92 و 93 را نیز منتشر کرد. یکی از حلقه‌های مفقوده در ماجرای پلاسکو ادامه کار این ساختمان با توجه به ناایمن بودن آن است. شهرداری تهران که قدرت پلمب بناهای متعددی را به دلیل عدم پرداخت عوارض دارد، چرا نسبت به وجود ساختمان‌های ناایمن تا این حد بی‌توجه است؟ اصلاً صحبت این که حالا بحث کرده باشن که پاساژ ایمن نباشه من نشنیدم. قبل از همین موضوع ما مانور زلزله داشتیم. آتش‌نشانی بود که اومد اونجا مانو گرفت، اومدن انجام دادن، برگه تاییدش هم هست. هیچکونه از این به اصطلاح اون اعلامیا و برگه اختارم به کسبه ارتباطی نداشت. شورا و شورا منتقل میکرد به مالک و به راحتی اگر میخواستن اونجا را شروع میکنن میتونستن. تقریبا همه در انتهای ساختمون بودن، شاید مثلا 200 نفری بودن ولی انتها بودن. ما اینا رو جمع کرده بودیم اون انتها. به هر حال صداهای آنچنانی میومد، آتش‌نشانی خوش اعلام میکرد، نیروهاشون رفته بودن داشتن. اون ساختمون شمالی وقتی که ریزش کرد در این انتها افرادی که جمع شده بودن شاید میشدن 300 نفر 400 نفر به زور میشدن. اینا هم دیگه همون دود و این صدای مهیب بیرون کرد و اومدیم به اواسط اون کوچه پشت که شاید ما هنوز نرسیده بودیم به ابتدای اون کوچه پشتی، دیدیم که ریزش نهایی شد و ساختمون به کل فرو ریخت. نه از داخل راه رو اونجوری مردم نبود، چون تو طبقات بود آتیش هی خاموش میشد، انگار هی دوباره از طبقات دیگه انگار اصلا شعله برمیشد. اونجوری معلوم نبود، ولی از پشت ساختمون مثلا سنگ و داغ شد میرفت اون حوض پایین که تو منطقه یک پاساژ بود، معلوم بود یه پاساژ داره میریزه. غیر از اون 16 نفر از آتش نشانه و پرسنل آتش نشانه که واقعا هم شاید کمتر گفته شده، انصافا خیلی مظلومانه شهید شده، در حالی که شاید به نوع دیگه ای میشد مثلا جون اینا رو حفظ بکنه، حتی این چیزای فنی با خود آقایون بگن، اما واقعا خیلی مظلومانه کشته شدن. حتی قسمتی از اینا زمانی وارد ساختمون شدن که تقریبا اون ابتدای ریزش ها بود، یعنی یه مقدار ورود اینها هم شاید غیر کارشناسی بود در این قسمت آخر. فقط نمیخوام ورود به اون مسائل بکنم چون برها خودشون باید به خودشون صحبت بکنم یا با کارشناس ها. فردین فرمند عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم نیز در همین راستا گفته است: آیا مهم است که صاحب ساختمان چه کسی است تا بر شرایط ایمنی ساختمان نظارت کمتر یا بیشتری شود؟ نهاد نظارت کننده چرا نظارت نکرده؟
پاسخ سوال این نماینده البته از درون توضیحات خودش روشن است. جایگزین برای کسبه محترم پلاسکو پاساژ نور پیش بینی شد در چهارراه ولیعصر و طالقانی. امروز 170 و چند نفر اونجا ساکن هستن، بقیهشون هم خودشون تمایل نداشتن و نیومدن. البته این قسمتش خیلی به ما مربوط نمیشد، ولی بالاخره با هماهنگی خودشون اونجا انتخاب شد. شورای اصناف اجاره 3.5 ماهش رو تو جنبندی‌ها به ما گفتن کمک بکنید، که ما کمک کردیم. بعد از مدتی گفتن که آقا این 3.5 ماه کم بوده، 3.5 ماه دوباره شما کمک بکنید. باز ما 3.5 ماه دیگه کمک کردیم و 7 ماه اجاره رو ما در جهت راحتی افرادی که میرن اونجا جایگزین میشن، البته ما همه رو دادیم، مال این 7 ماه رو برای هر 600 واحد که اونجا جا داشت و جا گرفته بودن دادیم، اما کسایی که رفتن اونجا مستقر شدن تعدادشون 170 خورده ای است که الان مستقر هستن اونجا. این لاین اول نه دوم نه سوم اون پشته، ما دور پلاسکو بودیم، دور رینگ جای دیده کار بودیم. این مغازهای 4-5 میلیاردی باور بکنید مغازه شاید با سقفان هم بشه، مثلا نیاز به وام که اینا میدن هم نباشه. این لاین اول دومه، یکی لاین سوم و تعهدی هم که گرفته شده هر کس میاد اینجا اگر دکور مغازه رو تغییر بده، هر چند دلار مثلا هزینه بکنه، روزی که تشریف میبره باید تعهد بده عین دکوری که تحویل گرفته رو تحویل بده، یعنی خراب بکنه مغازه رو از نو بسازه تحویل پاساژ بده. بعد امروز دوشنبه 21 اسفند ماه 96 تجمع کسبه سامانه پلاسکو برای سودهنی زدن به رئیس بنیاد مستضعفان آقای سعیدی ها که به دروغ میخواد این ملک رو بالا بکشه و مردم رو آواره بکنه. وام 300 میلیونه به ما گفتن بهتون میدیم با سود 4%، ولی بعد گفتن 12%، صحبت از 18%، الان که 21 و فکر میکنم 3%، اونم هنوز بهمون ندادن. مالیات قرار بوده بخشیده شه که هیچ گونه انجام نشده، الان مالیات ها رو 2 برابر 3 برابر کردن. بیمه شما رو میبخشیم انجام نشده، وام 4% میدیم انجام نشده. کسایی که وام گرفته بودن از بانک ها واماشون استعمال بشه که اونم انجام نشده، متاسفانه دارن بهره هاشون رو با دیجیتالشون میگیرن. مصوبه هیئت دولتش هم هستش که مثلا تا شب عید این مجتمع رایگان بشه واسه کسب پلاسکو، ولی مثلا بچهای شورامو بردن نامه نشون دادن به مسئولین مجتمع نور، اونا الان میگن بذار در کوتاه بشه بخور. واقعا همینطوریه، قرار از ما اجاره بگیرن. اگه کسی کارگرای بیکار رو به کار بگیره بشه وام خوب میدن، اونو انجام دادن؟ خیر، قرار بود 2 ساله ساخته بشه که 1 سالش گذشته، شما بفرمایید یه آجر رو آجر گذاشته باشه، هیچ کاری برای ما انجام نشده. نزدیک 10 میلیارد تومان اونجا فقط اجناس سوخت. تا دیروز همشون سلطان بودن، تا روز 29 دی ماه 30 شدن شعبان خانم. والا دولت یه مصوبه در دولت تصویب شد که وام 300 میلیونی بدن به کسبه پلاسکو. وعده ها انقدری که این ساختمون پلاسکو اومد پایین ما رو عذاب نداد که این وعده های مسئولی ما رو عذاب داد، که اونو بانک ها زیر بار نرفتن. ما سالانه 160 میلیون تومان مالیات میدادیم،
اصلا اینجا با اونجا قابل مقایسه نیست. حالا بنا بود همه بیان توی این مجموعه که نیومدن. ما 16 میلیون تومان از ما اجاره میخوان. خب اینجا ما 16 میلیون فروش دارن که 16 میلیون هم اجاره بده. این اولین شوکی بود که به همه ما وارد میشد که خب آینده چی میشه؟ ما دیگه فضای کارمون اونجا از بین رفته. باید کجا بریم؟ باید کجا با چه سرمایه‌ای بریم شروع کنیم؟ چیزی که هنوزم که هنوزه الان روی شونه های ماست. هنوزم که هنوزه داریم حس میکنیم این نگاهی غبارآلود و تاریکی که نسبت به آینده زندگیمون داریم، نسبت به آینده کاریمون داریم. فساد بی پایان. این سازمان انقلابی در یکی از آخرین شاهکارهای خود نزدیک به 4 میلیارد دلار خودروی لوکس پورشه را وارد ایران کرده که در سال 92 از این محموله به عنوان بزرگترین و عجیبترین واردات تاریخ اقتصاد ایران نام برده شده، جایی که مصطفی افضلی فرد سخنگوی وقت کمیسیون اصل 90 مجلس میگوید این خودروها را با عرض مرجع و تعرفه گمرکی وارد کردند اما با عرض آزاد فروخته شده است و ما و تفاوت آن به حساب دولت پرداخت نشده است. بنیاد در هر پروژه‌ای که وارد می‌شود با کلمات دهان پرکن انقلابی، سعی در تطهیر فعالیت اقتصادی آلوده‌اش به یک فعالیت عامل منفعه دارد. برای مثال، به این مطلب تبلیغاتی منتشر شده در سایت افکار نیوز از زبان یک مقام اجرایی در بنیاد به نام مشتبه کمیلی توجه کنید. وی با یادآوری اینکه این نهاد انقلابی بدون برخورداری از بودجه دولتی ضمن مدیریت بهره‌ور و استفاده بهینه منابع در شرکت‌های اقتصادی وابسته هزینه پروژه‌های محرومیت زدایی و طرح‌های حمایتی اجرای خود را تأمین می‌کند. او تصریح کرد یکی از رشته فعالیت‌های اقتصادی فعال که پشتیبان بخشی از فعالیت‌های محرومیت زدایی و آبادانی و پیشرفت مناطق کم برخوردار کشور در بنیاد است، سرمایه گذاری بهره‌ور در تولید مسکن و صنعت ساخت و ساز می باشد که جزء مأموریت‌های عمده شرکت‌های نهگانه هلدینگ عمران و مسکن بنیاد مستضعفان با رعایت اصول موضوعه ابلاغی بنیاد محسوب شده و با شدت بیش از پیش در حال اجراست. ما یک حد اکثر 1% جی دی پی کشوریم. 1%؟ 1%. چرا؟ ما فروشمون در سال گذشته 26,000 میلیارد تومان بوده. کل شگر اموال منقول و غیر منقولتون های سریع که عددی دارید بذار اینا رو بگم تا بعد اونم میگم. ببینید ما تو شرکت هامون فروشمون معلومه چقدره، تو اینم هست دیگه، تو این صراحتن گفت ما تو شرکت هامون از 2-3% سهامدار هستیم تا 100%. ما تو 2 سال گذشته 60 تا شرکتمون رو کنار گذاشتیم، یا فروختیم یا ادغام کردیم یا منحل کردیم. ما هیچ چیزی که فکر کنید تو بنیاد مبهمه نداریم. هیچ مفسده اتفاق نیفتاده توی این واگذاری‌ها یا توی این ادغام ها؟ هیچ مفسده. یعنی خودتون به عنوان رئیس بنیاد چشم و گوشی دارید که مراقب باشه که اتفاق نیفته؟ بله مطمئن باشید. هم بازرسی داریم، هم حراست داریم، همه اینا فعاله. اطمینان خاطر دارید عمل کرده حراستتون؟ بله. اینجا اصفهان، خیابون طیب، بنبست هراتیه. 10 تا پلاک خونه است که بنیاد مستضعفان مصادره کرده و بعد از 70-80 سال که سکنه توش یه مش آدم ضعیف، پیرزن، پیرمرد و آدمای مستضعفی هستن میخواد اینا رو از این خونه ها بلند کنه و ببره و بده به مستضعفان.
تخریب خانه‌های فرسوده و ساخت آنها با وام بلند مدت به ساز و بفروش‌ها یا در بهترین حالت برخی بانک‌ها در جهان آزاد که ادعای حرکت‌های خیریه هم ندارند با قوانین و نظارت‌های فراوان بر اعمالشان درست همین دستکارها را انجام می‌دهند. در مواردی حتی بسیار بیشتر در جهت منافع مردم، چون در رقابت با رقبا مجبور به گذشتن از سودهای کلان می شوند تا بتوانند در بازار سرمایه دوام آورند. اما در ایرانی که جمهوری اسلامی ساخته، سازمانی عریض و طویل به نام بنیاد مستضعفان بدون هیچ گونه نظارت با قلدری و رانت در فضای ایزوله و با رقبای سرکوب شده فعالیت‌های اقتصادی پرسودش را به عنوان لطف ارائه می‌کند و مانند داروغه با بازگشت تحریم‌ها می‌خواهند آخرین سکه‌ها را از جیب مردم مظلوم و فقیر ساکن خانه‌های فرسوده درآورند. از اختلاف با وزارت ارتباطات در مورد ارائه خدمات وایفای عمومی گرفته تا منازعات داغ بر سر مالکیت و کاربری کاخهای سعدآباد و نیاوران و گچسر، خانه ثابت پاسال، خانه وثوق الدوله و موزه دفینه با سازمان میراث فرهنگی، مسائل حقوقی پیش آمده بر سر برج علوی در نیویورک و احتمال مصادره آن توسط دولت آمریکا به عنوان پرداخت غرامت برخی حوادث تروریستی و اختلاف با وزارت بهداشت بر سر مالکیت و کاربری دانشکده توانبخشی دانشگاه تهران تنها بخش‌های مهم و رسانه‌ای شده از نفوذ این بنگاه در حوزه‌های متنوع اقتصادی کشور است. اینو هیچ وقت تو بنیاد نداره کسی که بگه چقدر دارایی داره. اما این نقطه ضعف نیست آقای، به عنوان من یه جوان 40 ساله این نقطه ضعف شما یا نهادهای ملی که شبیه شما محسوب میشه یا نه؟ نه، هزینه فوق العاده زیادی داره بخوام تجدید عرضه بکنیم. بعد خود تجدید عرضه بونیاد 2-3 سال طول میکشه، همه ملکا و همه کارکنجات بخوام بریم عرضه بکنیم. من هر ماه همه هلدینگامون رو بررسی میکنم، هر ماه یکیش همین املاکمونه. یکی از بندهایی که رسیدگی میشه اینه که آقا ما چند تا ملک امسال تو برنامه گذاشتیم که بریم سندشو بگیریم، یا چند تا ملک جدید پیدا کردیم. در برنامه بعد خواهید دید تولیت استان قدس رضوی بعد از انقلاب 1357 بر اساس اختیاراتی که روح الله خمینی و پس از وی علی خامنه‌ای بر اساس قانون اساسی مبتنی بر ولایت فقیه دارند توسط آنان تاکنون تعیین شدند. این نهاد از سال 57 تا به امروز فقط و فقط دو متولی یا مسئول و گرداننده داشته است. عباس واعظ طبسی که از سال 1357 تا سال 1394 یعنی زمان مرگش تولیت را داشت و پس از او سید ابراهیم رئیسی که تا به امروز بر مسند قدرت این امپراتوری مالی و مذهبی نشسته است. همین مسئله یعنی عدم نسب افراد مختلف، حساسیت، پیچیدگی و اسرار مگوی آن را گواهی می دهد. آستان قدس رضوی بیشک بزرگترین نهاد مبتنی بر وقف در جهان اسلام است. این نهاد با وجود فعالیت‌های اقتصادی فراگیرش به دولت مالیات نمی‌دهد و تا به حال هیچ سند و مدرکی از تاییدیه سهم مالیاتی این مؤسسه برای اطلاع عموم منتشر نشده است. صدای آمریکاست.